سلام دوستان عزیزم همراهان خوب کانال پروت اکادمی در یوتیوب رضا هستم با ادامه آموزش های فوتوشاپ در خدمتتونم و امروز میخوایم بریم سراغ ادامه کار کردن با پنتول و ابزارهای زیرگروهش تر است ببینیم چه کاربردهایی هایی دارن قبل از شروع ویدیو باز هم ازتون درخواست میکنم دوستان عزیزم لطفا ویدیو رو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین و دکمه نوتیفیکیشن رو هم حتما فعال کنید کامنت های همیشه قوت قلب بوده برای ما کامنت بذارین مرسی ازتون مرسی از همراهیتون خب بریم سراغ نوار ابزارمون و بخش پن اگه من دکمه چپ موس رو روی ابزار پن نگه دارم زیر ابزارش باز میشه مورد بعدی که بعد از پن تول داریم فری فرم پن تول هستش من روش کلیک میکنم ببینیم چه کاربردی داره کاربردی که در حالت دیفالت داره ابزار فری فرم اینه که شما میتونین اطراف یک تصویر رو به صورت دستی با نگه داشتن دکمه چپ موس و درگ کردن یه خطی رو ایجاد کنین مثل همون ابزار لسو هستش که در فتوشاپ داشتین میتونین یه خطی رو اینجا ایجاد کنین و در نهایت وقتی به نقطه شروع برسین کارتون رو ببندین خود به خود این ابزار برای شما سگمنت های مورد نظر رو هم ایجاد میکنه بعدا میتونیم برین سراغشون سگمنت رو مثلا پاک کنیم یا با دکمه کنترل سگمنت رو مثلا جابجا کنین کل سگمنت الان جابجا شد مثلا من اینجوری با ابزارها و دستگیره‌ها البته باید بشینم سگمنت رو دونه دونه روش کلیک کنم وقتی دستگیره رو به من داد دستگیره رو جابجا کنم بتونم کارم رو در نهایت دقیق تر کنم خیلی ممکن ابزار دقیقی نباشه ولی به هر که از ابزارهای فتوشاپ که میتونه به شما کمک کنه در کنترل سگمنت هاتون و ایجاد یک بخش با ابزار پن فرقی که با لسو داره چیه من در درس قبلی هم گفتم لسو وقتی شما میشستین باش کار میکردین و ازش استفاده میکردین همونطور که در درس های ابتدای فتوشاپ یاد گرفتین همین ناحیه رو براتون ایجاد میکرد و به وجود میآورد ولی کار ابزار پن اینه که برای شما وکتور به وجود میاره ابزار برداری هستش تصاویر برداری براتون به وجود میاره در لاسو وقتی یه شکلی رو جدا می کردین بعدا با زوم کردن یا با بزرگ و کوچیک کردن کیفیتش رو از دست میداد ولی پن چون ابزار وکتور هستش ابزاری هستش که تصاویر برداری براتون به وجود میاره دیگه شما با بزرگ کوچیک کردن تصویرتون در نهایت دچار افت کیفیت نخواهید شد از ابزار پن خیلی بیشتر از لاسو استفاده میکنیم به خاطر اینکه تصویر برداری به ما میده که بعدا بتونیم بزرگترش کنیم کیفیتش رو بالا پایین یعنی کار بزرگتر و کوچکتر کنیم و کیفیتش رو از دست ندیم این تفاوت ابزار پن با لسوه بنابراین اگر خواستید از ابزار فری فرم استفاده کنید چنین کاری رو براتون انجام میده من یه کنترل z بزنم البته یه کنترل زد چون یه سری تغییرات ایجاد کردم فایده نداره یه میزنم یه بار دیگه اسکیپ رو میزنم اسکیپ اولی که میزنم سگمنت ها رو از بین میبره اسکیپ دومی که از میزنم کل کار از بین میبره دوستان عزیز در بخش پنتول در آپشن بار فری فرم یه گزینه هستمش به اسم مگنتیک اگر روش کلیک کنیم و فعالش کنیم در حالت دیفالت فعال نیست اگه فعالش کنیم اتفاقی که میفته من اگر یک جایی در تصویر فقط یک کلیک کنم و دکمه چپ موس رو میتونم دیگه رها کنم میتونم رها نکنم فرق نداره میتونم یک کلیک کنم و دکمه چپ موس رو هم رها کنم ولی خطی برای من به وجود میاد که میتونم این خط رو در امتداد کار و تصویرم همین جوری ادامه بدم و به صورت مگنتیک به صورت آهنربایی خودش تصویری که با بقیه قسمت ها فرق داره رو تشخیص میده برای من و خط ایجاد میکنه این خطی که ایجاد میکنه سگمنت ها رو هم همون زمان برای ما به وجود میاره و روی تصویر اون میذاره همین کار رو میتونم ادامه بدم برم به سمت نقطه آغازین کار یه مقدار سخت دارم این کار میکنم دارم سریع این کار رو میکنم بدون حساسیت که فقط متوجه بشین چه کاربردی داره و در نقطه ابتدایی اگه کلیک کنم تصویر برای من سلکت میشه و سگمنت هم خود به خود شکل گرفتن این کاربرد مگنتیک هستش که اگه فعالش کنیم راحت تر میتونیم بخش های مورد نیازمون رو جدا کنیم و اون شیپی که میخوایم رو در نهایت به دست بیاریم خب بریم سراغ ابزار بعدی که در بخش پن وجود داره من دوباره اسکیپ میکنم اینو همه از بین بره بریم ابزار بعدی رو انتخاب کنیم ابزار کرویچر پن تول بریم سراغ کرویچر و ببینیم این چه کار بردی داره کاری که کرویچر برای ما انجام میده اینه که ما هر بار کلیک کنیم و بخوایم به سمت نقطه بعدی بریم و یه جای دیگه کلیک کنیم برای ما از این به بعد فقط انحنا به وجود میاره یعنی کنید من اگه دیگه از این بعد هر جا کلیک کنم همه چی به صورت منحنی شکل میگیره و به ما منحنی میده دیگه نیازی نیست از دکمه شیفت استفاده کنم مثلا روی کیبوردم و اینجور کارا رو انجام بدم خودش دیگه برای من منحنی به وجود میاره همه چی هم کنترل شده است همه چی دست خودمه و در نهایت به دک... دکمه آغازین که برسیم به اون سگمنت آغازین که برسیم اگر کلیک کنیم فضا و مسیر رو برای ما میبنده به این شکل که میبینید همه چی هم به صورت منحنی شکل میگیره در نهایت ابزار بعدی که میخوایم بریم سراغش من اسکیپ بزنم اینو کلا از بین ببرم ابزار بعدی که ما اینجا داریم اد انکر پوینت هستش که باید اول بشینیم یه مسیر رو انتخاب کنیم مثلا من اینجا یه مسیر رو به وجود بیارم و در نهایت وقتی میبندیمش مسیر برای ما شکل میگیره حالا میتونیم بریم سراغ اد Anchor پوینت و ازش استفاده کنیم کاربرد اد Anchor پوینت اینه که میاد روی مسیر برای ما یک انکر ها های سگمنت هایی رو به وجود میاره که میتونیم از اینا استفاده کنیم یعنی مثلا اگه من اینجا کلیک کنم یه دونه جدید برای من به وجود میاره برم این وسط یه کلیک کنم یه دونه سگمنت و آنکر پوینت جدید برای من به وجود میاره میتونم ازش استفاده کنم ابزار بعدی که داریم برعکس این کار رو انجام میده دیل تانکر پوینت هستش اگر روی هر کدوم از این انکر پوینت ها من کلیک کنم اون رو برای من از بین میبره و یک خط صاف تقریبا به وجود مییاد دیگه به این شکل Uh, میدونین که ما در uh, حالت عادی هم میتونیم این کار رو بکنیم یعنی اگر بیایم یک مسیر رو مشخص کنید اجازه بدیم من اینو کامل از بین ببرم پاک کنم بریم سراغ خود پنتول و شروع کنیم با پنتول کار کردن میدونیم وقتی مثلا از پنتول هم استفاده کنیم و در نهایت که مسیر رو ببندیم uh, من اگر روی هر کدوم از سگمنت هم روی انکر پوینت ها میرفتم و کلیک میکردم اون انکر پوینت پاک میشد نیازی نبود که برم دوباره در ابزار پن زیر مجموعش بیام دلتنکر انکر پوینت رو بزنم یا مثلا اد انکر پوینت رو بزنم من در مسیری که الان اینجا دارم هر جایی که کلیک کنم میتونم در خط اگر کلیک کنم در بین دو تا هم سی، کلیک کنم یه انکر پوینت یه سگمنت جدید به وجود بیارم و اگر همون حالت همونجا موسم رو ببرم روی یکی از سگمنت ها میبینید که نشانگر موسمی منفی میاد روش کلیک کنم اون انکر پوینت پاک میشه میگم اگر بین خطوط کلیک کنیم یه دونه اضافه میشه اگر روی خود انکر پوینت کلیک کنیم پاک میشه و حذف میشه برامون میتونم پس از این دو تا ابزار به صورت جداگانه استفاده نکنم و همون قابلیتی که در بخش پن داشتم رو همونجا ازش استفاده کنم یعنی بیام روی خط یه دونه انکر پوینت اضافه کنم یا برم روی سگمنت کمش کنم یا اینکه میتونم برم و دونه دونه از این ابزارها استفاده کنم برای حذف کردن یا اضافه کردن انکر پوینت این هم کاربرد این دو مورد هستش میتونیم مثلا ازشون استفاده نکنیم در خود پنتول این شرایط برای ما مهیا هستش که کم و زیاد کنیم انکر پوینت هامون رو برای اینکه یاداوری درس قبلی بهتونم گفتم در درس قبل اگر ما مسیر رو بستیم و سگمنت ها از بین رفت این که اینکه دوباره بتونیم سگمنت ها رو به دست بیاریم و به وجود بیان یعنی دوباره ببینیمشون دکمه کنترل رو اگر روی کیبوردتون نگه دارین و به اون شیپی که ایجاد کردیم برین و یه قسمتی روی خطوطش اگر کلیک کنین با دکمه کنترل البته دوباره سگمنت ها رو بهتون نشون میده انکر پوینت ها رو بهتون نشون میده و میتونین ازشون استفاده کنین خب بریم سراغ آخرین ابزاری که زیر مجموعه پنتول هستش و ازش استفاده کنیم کانورت پوینتمون هستش روش کلیک میکنم من ببینیم چه کاربردی داره کانورت پوینت کاری که برای من انجام میده وقتی میبرمش روی این انکر پوینت هایی که اینجا بینید تغییر حالت برای من ایجاد میکنه یعنی من اگه ببرم روی قسمت‌هایی که حالت منحنی دارم اونا رو تبدیل به حالت گوشه‌ای و تیز می‌کنه و اگر یک جایی من روی یکی از این خطوط صاف کلیک کنم و جگ کنم اونا رو تبدیل به انحنا و منحنی میکنه ببینید الان اگر همین منحنی رو یکی از منحنی که اینجا این رو مگه من روش کلیک کنم صافش میکنه میبینید یه حالت انحنا داشت اگه اینجا کلیک کنم اینم صاف میشه ولی اگر کلیک کنم و درگ کنم برای من یه منحنی به وجود میاره اینم کاربرد مورد آخریه که در بخش پنتول میتونیم ازش استفاده کنیم خب در راستای ویرایش و تغییرات روی اشکال برداریمون و کارهایی که با پنتول انجام دادیم یه ابزار دیگه در فتوشاپ وجود داره که در نوار ابزارمون به شکل یک فلش سیاه میبینش به اسم path selection کاربردش هم اینه که من وقتی اینو انتخاب کنم میتونم هم این سگمنت و انکر پوینت های که اینجا دارم رو دونه دونه جابجا کنم هم اینکه کل شیپ رو به طور یک دست و کامل بردارم و جابجاش کنم یعنی کارش همینه برای من من اگه بخوام اینجا کلیک کنم اگر سگمنت نباشن ها رو دوباره به من نشون میده یعنی همون کاری که کنترل میکرد زمانی که پنتولم رو انتخاب کرده بودم و اگه درگ کنم یعنی شیپ رو نگه دارم و اینور اونور بکشم جای شیپ رو برای من عوض میکنه این کاریه که این مورد برای من انجام میده اما زیر گروه پاس سلکشن یه مورد دیگه هست به اسم دایرکت selection که اگه من روش کلیک کنم و برم سراغ گوشه ها ببینید چه اتفاقی میفته روی هر مورد وقتی کلیک میکنم این های کناریش فعال میشن و میتونم الان من با کنترل کردن دستگیره موارد رو جابجا جا کنم و انهنام رو یه حالت بهتری بهش بدم و بتونم بهتر کنترلش کنم مثلا روی مورد کلیک کنیم یه دستگیره بیشتر رو ما الان نداده ببینید میتونیم بچرخونیمش دستگیر دوم رو هم میتونیم نگه داریم و بچرخونیم که مثلا انهنامون رو بهتر بتونیم کنترل کنیم از دکمه های روی کیبورد از شورتکات هایی که ما داشتیم روی کیبوردمون کلیدی میون بوری که داشتیم در خود پنتول هم میتونیم است، میتونستیم استفاده کنیم برای جابجایی این موارد برای درست کردن انحنامون و شاید از این دو مورد خیلی کاری نکشیم و استفاده نکنیم حتی اگه بریم روی در ورژن 2020 به بعد البته بریم روی این موارد مثل مثلا مثلا دایرکت خودش یه پریویو به اون میده که دقیقا چه کاربردی دارن ولی خب در خود پن هم میتونستیم این کارها رو انجام بدیم نیازی نیست که حتما بریم روی این ابزار شاید بزرگترین کمکی که بهمون بکنن این دوتا ابزار هم پس سلکشن باشه که میتونه یک محیط سلکت شده رو برای من جابجا جا کنه در تصویر که در پن تول نمیتونستیم ازش استفاده کنیم این کاربرد موارد دیگر بخش پنتول بود و دو موردی که در بخش پس سلیکشن داشتیم و باشون با آشنا شدیم در درس های بعدی باز هم ادامه میدیم کار رو و با آپشن های بیشتر بخش پنتولمون آشنا میشیم خیلی کاربرد داره و خیلی ازش استفاده میکنیم دوستان لطفا تمرین ها رو حتما انجام بدین و چیزی رو از قلم نندازین فکر نکنیم مثلا یه بحثی خیلی اون جوری مثلا جذبتون نکرده پس به دردتون نمیخوره و در آینده کاربردی نداره خیلی کاربرد داره این توضیح ساده مواردی که بهتون گفتم فقط میخوام باشون آشنا بشین که بعد بریم حرفه تر باشون کار کنیم مرسی از همراهیتون دوستان عزیزم ممنونم که با پایوت آکادمی در ارتباط هستین لطفا برای ما کامنت بذارین اگر سوالی داشتین حتما به ما بگین پاسخگوی سوالاتتون هم خواهیم بود ممنونم ازتون موفق باشید